ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سان دانه است. آل جناب مولوی ما هفته مولوی بود، همینجا صحبت از مولوی. واقعا ما ایرانی ها باید از آقای کلمن باکس صمیمانه سپاسگزاری کنیم، به خاطر اینکه خیلی تلاش کرد در معرفی این شاعر ارجمند و بزرگ ما به مردم آمریکا. و همینطور خانم مدونا، خانم دمیمور، هنرمند بزرگ، اینا با خوندن غزلیات مولوی در معرفی و به نسل جوان نقش مهم می داشتن. یادم در دانشگاه سانتا باربارا یک کنفرانس بزرگی برگزار شد در ستایش و تقدیس اندیشه ها و افکار و معارف مولوی، و جا برای سوزن انداختن نبود. فکر ایرانی ها رفته بودن؟ نه، همه آمریکایی بودن، همه آمریکایی، و جا برای سوزن انداختن نه. یه موقع این اشیه کریستین ساینز مانیتور فکر کنم سال 98 بود که گزارش داد که در ایالات متحده آمریکا هیچ شاعری به اندازه مولوی خوانده نمیشه. یعنی شعرهای مولوی بیش از هر شاعر دیگری در این مملکت قرائت شده و خوانده شده. خبر خیلی مهمی بود. البته میگه خود مولوی هم گفته هر کسی از زن خود شد یار من، نشیه The Advocate که بیشتر پشتیبانی میکنه از جنبش همجنسگرایان در ایالات متحده آمریکا، اونا نظر خودشون داشتن، بیشتر راجع به روابط و مناسبات عاشقانه شمس و مولوی سخن میگفتن، بدونی که عمق اون جنبش، اون حرکت بزرگ در 800 سال پیش رو دریافت بکنن. و خوشبختانه مولوی در بیرون از ایران به سر می برد که اگر در ایران بود معلوم نبود که چیزی از او بر جا بمانه، در حالی که امروز تقریبا ما همه اطلاعات لازم رو درباره مولوی داریم. همه آثار او حفظ شده و در ترکیه سعی شده که نام و نشان او محفوظ نگه داشته بشه، و ما امروز میتونیم به صراحت بگیم که تنها شاعر هزار سال اخیر از زمان فردوسی تا به امروز که تقریبا تمام وجنات زندگیش رو میشناسیم، اطرافیانش رو میشناسیم، میدونیم کجا زندگی میکرده، همسایه هاش کی بودن، دوستانش کی بودن، با کی هشت و نشت داشته، فرزندانش، دخترش کی بوده، همسرش کی بوده، همسر سابقش کی بوده، پدرش کی بوده، پدر مادر بزرگش کی بوده، دوستان زنهایی که در قرنیه با مولوی مناسباتی داشت، مناسبات فکری داشتن، و مولوی اغلب به خانه اونها میرفته، اینا کی بودن، اسماشون، اسامی همه رو داریم، هیچ چیز پنهان نیست. مولوی واقعا یک استثناست، و اگر در ایران بود به احتمال زیاد ما امروز چیزی از او در اختیار نداشتیم، کما اینکه تا همین دوره قاجارها هم در دوره قاجار مثنوی مولوی رو با انبار جابجا میکردن، به خاطر اینکه معتقد بودن که نجسه و نباید بهش نزدیک شد. بکنید با چنین تفکر حاکمی، آیا فکر میکنید که امروز دیگه اثری از مولوی باقی بود که ما بتونیم درباره زندگی و افکار و اندیشه های او سخنی بگیم؟ و هرحال از تمام کسانی در تمام این سالها و معرفی مولوی در آمریکا سهم و نقشی داشتن، از دختر بیهیای هالیوود بگیرید، خانم مدونا، دو نویشه بزرگ، خانم دمی مور و بقیه، و همینطور آقای گلمن باکس سپاسگزاری باید بکنیم، و برخی از اساتید برجسته که در همین ایالات متحده آمریکا زبان ترکی و فارسی و عرب رو تدریس میکنن، حتی در کار شناخت سینما خیلی اثرگذار بودن، خیلی سیاه. اینا واقعا سهمی داشتن در معرفی اندیشه ها و آثار بکر عالی جناب مولوی ما، که درس های بزرگی به ما داد. یک این درس که زنان حقوقشون فراتر از همه جنس مخالفه در یه جامعه، که زن فقط معشوق نیست، زن خالقه، این سخن مولاناست، زن خالقه نه مخلوق، زن خالقه و نه مخلوق. و همینطور این توصیه او که مذهب و دین رو در امور حکومتی دخالت ندیم، خودش هم در این زمینه سرمشق بزرگی بود. اینجا هنر جای بسیار مهمی در زندگی انسان داره، مخصوصا هنر موسیقی، هنر رقص، فرق نمی کنه، همه مجموع هنرها، هنر نقاشی،
خودش چند نوبت نشست در برابر نقاش، دو نوبت دستی کم در تاریخ ثبت شده نشست که نقاش ها رو نقاشی کنه، و درس های بزرگ دیگری که تمام اونها شنودنی است، از جمله مبارزه بی امانش با خرافات، مبارزه بی امان با خرافات، و اینکه اگر قرار بشه حکومت ها طرفدار عدالت و دادگستری نباشند، و اگر مذهب قرار باشه در کار بهبود زندگی و مناسبات انسان سهمی نداشته باشه، بهتره که کنار گذاشته بشه. او یک راه خیلی مؤثر و کهکشانی رو به انسان معرفی میکنه که امترین گذر برای جامعه بشری، برای تمدن انسان، عشق، عشقی که میتونه سایبانی باشه بر سر مناسبات انسان با انسان. خب همینان عزیزم، اجازه در این بخش از برنامه بریم به سراغ چی؟ اگر گفتید آقای عباس شیرمحمدی عزیز، کنتراکتور کاخ سفید، عکاس سرشناس سیاسی که سالهای دراز صحنه‌های مهم و حساس سیاسی در ایالات متحده آمریکا ثبت و ضبط کرده، خیلی مهم، و عکس‌های پانورامی که او بسیار معروفن، یعنی عکس‌های پهناور او، و همینطور در بسیاری از سفرها رؤسای جمهور آمریکا رو همراهی کرده و در سفرهای خارجی، و اطلاعات زیادی داره از زندگی و زیست در هزار توی سیاست در پایتخت سیاسی آمریکا، یعنی واشنگتن. آقای عباس شیرمحمدی، درود بر شما. درود بر شما، روز شما بخیر و بینندگان عزیزتون در همه جای دنیا. حال شما خوبه؟ متشکرم، امیدوارم شما خوب باشید با دوستان عزیز. من چون به احترام مرد بزرگ مولوی شما شروع کردید برنامه‌تون، من خواستم یه گله کوچیکی از شما بکنم جناب. بفرمایید. شما از خیلی ها تشکر کردید، ولی از یک شخصی که خیلی خودش قدم مثبتی برای شناساندن مولوی در مخصوصا آمریکا داشته، به نام آقای علیرضا میگودی اسمم. من واقعا افتخار میکنم که اون مجموعه که شما در مورد مجموعه سیدی هایی که در مورد استاد مولانا هرچی میتونیم اسمشو بذاریم درست کرده بودید، این باور نمیکنید. من چند دفعه تا حالا اونا رو گوش دادم، بیشتر از 50 دفعه گوش دادم. تشکر میکنم. من بیشتر یاد میگیرم. تشکر. آشیر محمدی، رئیس سکوریتی سرویس کاخ سفید ناچار به کنارگیری شد. فشار هم که خیلی زیاد بود ها؟ ایشون دیروز به هیرینگ داشت در سنا. درسته، به من گفتی دو تا هیرینگ داشت، یکی عمومی بود و یکی هم کلاسیفاید بود که توی پشت درهای بسته به انجام رسید، و جولیا پیرسون که دیرکتور سیکرت سرویس، یا یه خانم دیگه، خانم جانم میگم، خانمه، بله بله، خانم جولیا پیرسون، ایشون رئیس کل سیکرت سرویس آمریکا بود و امروز ریزاین کرد، امروز استعفا داد. یه جورایی مشخص بود یک نفر بالاخره باید این مسئولیت رو به عهده میگرفت. معمولا خودمون اشخاص، اونایی که در سطر هستن، خودشون این کار رو میکنن، برای اینکه شما یادتون باشه وقتی حتی اگر در بدترین شرایط هم اینا برن کنار، آینده هاشون تأمینه. نمیدونم شما دقت کرد یا نه، اریک هولدر که دادستان عالی آمریکا هست، ایشون یه آفر 700 میلیون دلاری گرفت، به محضی که اعلام کرد که میخواد استعفا بکنه، فرداش یه آفر 700 میلیون دلاری گرفت. 700 میلیون دلار. 700 میلیون دلار، این توی چیز بود، توی نیوز من دیدم، و اینا خب زندگی بعدشون تأمینه. ولی واقعا من بازم اشاره کردم اون روز این کاری که خب یه لحظه تصویر همینان منجمد شد، محافظت و کار دقت در آقای شیر محمدی. آقای شیر محمدی هستم. بله هست تصویر. بله الان تصویر لحظه رفت، خواهش میکنم تکرار بفرمایید. این کار محافظت و کار مراقبت از افراد، این واقعا کار آسونی نیست. شما الان در نظر بگیرید خود آقای اوباما، شخص خود اوباما رو در نظر بگیرید، یک فرد به عنوان یک انسان، الان ایشون از صبح که بیدار میشه از خواب، فقط ببینید با چند مسئله زنده در دنیا مواجهه. اوکراین،
مسئله عرب اسرائیل، مسئله هلتکری که خودش اینجا به وجود آورد و با این مشکلات در من. مسئله ایمیگریشن، مسئله ایران، برنامه اتمی ایران، مسئله روسیه، مسئله وترانا، اون اشخاص که از جنگ های آمریکا برگشتن و اینا الان با کوههای بزرگ و بلند مشکل مواجه هستن که واقعا نمیدونن چه کارش بکنن. مسئله از دست دادن سنا که احتمالش خیلی زیاده از طرف دموکرات ها که از دست بدن. مسئله هنگ کنگ، چیز جدید، مسئله آیسیس، مسئله همینطور ادامه داره و اینا هر کدومش مستلزم یک اکشنی هست در جاهای مختلف. یعنی الان ممکنه مثلا در یک جای آمریکا یک اتفاق زلزله‌ای بیاد، سونامی بیاد یا هریکین بیاد که ایشون دو ساعت بعد، سه ساعت بعد توی هواپیما باشه و این اینا با تمام آمادگی که دارن، با تمام پروتکلی که از قبلا نوشته شده برای چیزهای ایمرجنسی، چون همه اینا رو دارن، باز شما با یک سری انسان مواجه هست. توی آتلانتا ایشون رفته بود تو مرکز CDC که همون مرکز کنترل ویروس ها و مریضی های آمریکا هست. یک آقایی که کانترکتور بوده، سیکیوریتی کانترکتور بوده، با هفتیر وارد همون الیویتوری شده، با همون آسانسوری شده که رئیس جمهور هم بوده. و این من شخصا خیلی تعجب کردم که چرا اصلا این اتفاق افتاده. عجب. برای اینکه معمولا اینا الیویتورها همه سیل میشه، تمام آسانسورها سیل میشه و کاملا مشخص چه کسایی قراره با ایشون بیان توی آسانسور و پیاده بشن. عجب. این همیشه اینجوری بوده، از زمانی که من اینوال بودم دیدم اینو. حالا چطور مثلا یک شخصی که اونجا کنتراکتور بوده با هفتیر وارد اون آسانسور شده که امروز اعلام کردن باز. عجب. که اینم دوباره یه چیزی بود، آخرین مشتی بود که به بدن سیکرت سرویس. عجب عجب. با هفتیر وارد؟ بله بله بله، با هفتیر. البته این جریان توی سپتامبر بود که ایشون برای دیدن CDC رفته بود و برای فاندریزینگ، برای سامر میتینگ دموکراتیک، میتینگ تابستانه حزب دموکرات، و اونجا تو این برنامه‌ای که از این ساختمون به اون ساختمون می‌رفتن، تو یک آسانسوری یه شخصی که هفتیر هم داشته با خودش، با ایشون توی الیویتور بوده. که این اصلا برای من واقعا عجیبه، من تا حالا نشنیده بودم. عجیب. آقای شیرمحمد، این حقیقت داره که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ معاصر آمریکا به اندازه اوباما تهدید به مرگ نشده؟ اوباما تا الان نزدیک 3 یا 4 برابر دیگر رئیس جمهورهای دیگه تهدید به مرگ شده. عجب. این تقریبا هم اعلام نمی کنند، ولی این توی یکی از همین برنامه های سنا که خانم پیرسون داشت صحبت می کرد، خودش گفت، گفت ما تا حالا 3 برابر و خانم هلنر نورث مال نماینده واشنگتن هم ایشون هم گفت خوبی رئیس جمهور تا حالا 3-4 برابر تهدیدش از رئیس جمهورهای دیگه بیشتر بوده. خب obviously به خاطر مسائلی که خب مشخصه، خیلی ها نمیخوان ایشون تو آفیس باشه. درسته. آقای شیر بهمدی، وقتی که مسائلی از این دست، مسئله تهدید مثلا رئیس جمهور مطرح میشه، این وسط FBI که میاد وسط برای بررسی ماجرا، یا نه همین همین سکوریتی سرویسه؟ اینا ببینید، وقتی یه تهدیدی میشه، خب اولین کاری که، اولین برنامه‌ای که هست، اون گراوند کلیر میشه، یعنی اون جایی که قرار هست باشن کلیر میشه. و بازم میگم، من تمام این اطلاعاتی که دارم میدونم و دارم میگم، اینا چیزای عمومی هستش. درست. هیچ مسئله کلاسیفایدش رو من نمیگم، نمیتونم بگم. بعد اینا اون گراوند، اون منطقه محافظت میشه. و بعد از اینکه محافظت شد، خب اون طبیعتاً زیر نظر پلیس محلی هستش. بعد ادوانس میاد، ادوانس سیکرت سرویس میاد که اونا معمولاً مامورایی هستن که فقط کارشون این هستش که بگردن ببینن بمب نباشه، مواد مفجره نباشه، چیزهای دیگه نباشه، شیمیایی نباشه. و بعد از اینکه اونا کلیر کردن، یه تیم دیگه میاد که بهش میگن سویپ. و این سویپ کردن، شما اگر یک استادیوم ورزشی هم باشه، کاملا باید خالی بشه. این معمولا 3 ساعت تا 4 ساعت قبل از ورود اون شخص اونجا وارد میشه. وقتی که سویپ میکنن، یعنی هیچ بنی بشر، هیچ موجودی اونجا نمیتونه باشه به غیر از
تیم خود سویپ، یعنی حتی سیکرت سرویس های دیگه هم وارد اون منطقه نمیشن، فقط اون تیمی که سویپ هست با سگ و با وسایل دیگه اونجا رو وقتی اونها کلیر کردن بعد تعویض میدن به سیکرت سرویس و از اونجا به بعد هست که مردم میتونن یکی یکی بیان وارد بشن و زیر مگ رد بشن و وارد اون قسمت بشن دیگه چک شدن. و باز بافر زون هستش، میگن یه منطقه هستش که بسته شده، شما از اون مقدار جلوتر نمیتونید برید، نزدیک معمولا 15 فیت اون بافر زونش و تو اون منطقه دیگه اون جلوه جلو کسایی هستن که شناخته شده هستن. یا اگر دقت کرده باشید بعضی وقتا وقتی رئیس جمهور داره صحبت میکنه پشت سرش یه 40 نفر 50 نفر 100 نفر نشستن و این اونا قبلا اسکرین شدن، قبلا چک شدن و بین اونها هم باز ماموران امنیت هست. بریم اونا. آقای شیر محمدی، نصف شبه رئیس جمهور سوار هلیکوپتر میشه، 3 هلیکوپتر از زمین بلند میشه، میرن تو همدیگه، یه هلیکوپتر جدا میشه، میره معلوم نیست تو کدوم یک از اینا رئیس جمهوره، میره به طرف فرودگاه. ایشون مثلا قراره بره به کابل افغانستان بی خبر، قبل چه اتفاقاتی میفته؟ زمینه چطور چیده میشه که رئیس جمهور در چنین لحظه چنین تصمیم میگیره و بلند میشه و عازم مقصد؟ چه اتفاقاتی قبلش میفته؟ چه مراحلی داره؟ این خیلی جالبه. این مسئله گفتید شما، یه مسئله رو گفتید که بعدا باز این چیز شد، این اعلام شد، ولی خب خیلی زود اعلام شد و خیلی زود هم تموم شد. یکی از دوستای خیلی خوب من آقای اسکات اپل وایت که این تقریبا الان با 5 تا رئیس جمهور بوده، مال اسوسییتد پرس هست و بسیار عکاس خوب و بسیار مرد نازنینی هست، عاشق ایرانه، حتی با کارتر اومده بود ایران و داستاناش خیلی جالبه که تعریف میگه. ایشون میگفت که ما نشسته بودیم توی کافتریای وایت هاوس، یه کافتریا دارن که مخصوص اون گروه خبری هستش که اینا گرسنه‌شون میشه، چون وقتی اونجا هستن دیگه 24 ساعت اون کال هستن، حاضر باید باشن. میگم نشسته بودن یه دختر خیلی جوونی، یکی از همون کارمندای کامیونیکیشن، اداره کامیونیکیشن، دپارتمان اف کامیونیکیشن وایت هاوس، میان میگه که خیلی آروم میگه که اسکات میتونی دوربینتو با خودت بیاری، یه چند تا عکس میخوام. میگه دوربینشو برداره میره. بعد از چند دقیقه دیگه میان یکی دیگه میاد به یه نفر دیگه میگه، از یه در دیگه 7 نفر از عکاس ها رو دونه دونه از اون کافتریا میبرن بیرون و میبرن توی اتاق و تمام دوربیناشون ازشون میگیرن، تلفناشون ازشون میگیرن، کلیر و بعد میگن که یه ماموریت هست، میخواید شما برید. خب طبیعتا همشون میگن آره و اینا با یه دونه جیپ تویوتا از وایت هاوس خارج میشن و میرن به یه فرودگاهی، اونو من نمیتونم بگم کدوم فرودگاه، میرن به یه فرودگاهی و بعد از 2 ساعت جورج بوش پسر، ایشون هم با 2 تا ماشین شخصی میاد و سوار یه هواپیمای لیر جت میشن، یعنی معمولی. بله، یه هواپیمای معمولی، نه هواپیمای دو موتوره جت خصوصی، و از اونجا میرن در یه فرودگاه دیگه سوار ایرفورس وان میشن و میرن به عراق. اگر یادتون باشه اون جریان تانکسگیوین، ترکیه تانکسگیوین که بوش رفت با ترو با سربازا خورد، بله، بوقلمونی که جورج بوش با سربازا، بله بله، دقیقاً اون مسافرت بود و این داستان مربوط به اون موقع است و تنها موقعی که اینها تونستن با خانواده‌شون، البته اینا بعد به خانواده‌شون وقتی که میشینه هواپیما در فرودگاه عراق به خانواده‌شون میگن که اینا چیز هستن، ماموریت دارن و بهتون خبر میدیم و که این چیز نرمالی هست و هیچ کس فلان نمیشه داد و بیداد که مثلا شوهر من کجاست، پدر من کجاست. و زمانی که از آسه مرز هوایی عراق خارج میشن بهشون تلفن میدن که بیاد زنگ بزنید و بگید. وقت اینا دستمزد حقوقشون از خبرگزاری ها دریافت میکنن، از کاخ سفید؟ اینا تمام حقوقاشون از طرف خبرگزاری های مختلف، معمولا 6 تا یا 7 تا خبرگزاری هست. الجزیره 4 سال پیش تقریبا کارشون به لاسود به مرحله قانونی رسید، برای اینکه اجازه چیز نمیدادن ولی بعد گرفتن، اجازه گرفتن، الان خبرنگار الجزیره هم با شما هست. عجب، اینا را نمیدادن امرای اول؟ نه، اول خیلی مقاومت، خیلی هم کار خوبی میکردن، راه نمیدادن. بعدا معلوم شد که
حق با اونها بوده، چون الجزیره، تلویزیون الجزیره در این ایجاد اختشاشات در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا واقعا نقش خیلی مهمی داشته آقای شیر محمدی. خیلی حالا من چون سیاسی نیستم اینا رو خیلی بله شما بهتر از من میدونید. بله خب پس اینا حقوقشون از کاخ سفید نمیگیرن اینا که به عنوان تمام کارمندان خبرگزاری های مختلف هستن. خب مسلما بالاترین حقوق برای یه خبرنگار یا رپورتر یا یه عکاسی که توی وایت کور هست مال ایناست. اینا کسایی هستن که واقعا خیلی هم احترام دارن، خیلی و بسیار پرسنالیتی، و من اکثرشون افتخار میکنم که دوستای خیلی خوب من هستن. دیوید کنلی که مثلا با عکاس شخصی نیکسون بود، بعد با فورد، پرزیدنت فورد ازش خواست که بمون با من و ایشون گفت من به یک شرط میمونم که من آزاد باشم تو کاخ سفید و فقط از شما دستور بگیرم. این بهش داد این چیزا. عجب. و تو کتابش نوشته، عکسش هم هست، نوشته که یه دفعه رئیس جمهور، گاورنر یا نخست وزیر ایرلند میاد تو کاخ سفید و دیوید با جوراب میره توی اوال آفیس عکس میگیره. و ایشون ناراحت میشه و به فورد که میگه، فورد میگه که اینجا آزادیه، من بهش گفتم هر جوری میخواد. البته بعدش به دیوید میگه این کارو نکن، چون دیوید دوست پسر دختر فوردم بود. عجب. اوه بس خیلی خرش میرفته. عکسای خیلی تاریخی داره واقعا. اینا بچهای خیلی خوبی هستن، آدمای واقعا کارکشته، اکثرشون ایران اومدن. اون آقای دیوید بارنت دوست خیلی خوب من کتاب 44 روزا نوشته که حتما دیدید، من عکسش هم براتون فرستادم. عکسارو بفرستید لطفا، عکساشون رو که حتما نشون بدید. من براتون فرستادم که داره با خانم شوره عاصمی مصاحبه میکنه تو خونه من. بله عکس واقعا عکسای تاریخی داره، 15 روز قبل از اینکه شاه بره و 25-6 روز بعد از اینکه انقلاب شده بود، عکسای خیلی نادر و کمیابی داره. اگر یادتون باشه اون عکس معروفش همون دختر لختی هستش که بمب پشت سرش منفجر شده در ویتنام و لخت داره میدوه و فریاد میزنه. اون مال اونه. البته اون عکس به خصوص، اون عکس به خصوص، چون دو نفر بودن با هم داشتن عکس میگرفتن، دیوید هم همون عکس داره که تو کتابش هم هست، ولی اون عکسی که توی لایف منتشر شد نشیلن عکاس لایف مگزین باشون بود اونه چیز کردن، ولی هر دوشون همون عکس دارن. داره. آقای شیر محمدی، اما من نفرمودید که قبل از اینکه بوش وارد این پا به این سفر بگذاره قبلش چه اتفاقاتی میفته از نظر امنیتی؟ قبلش از نظر امنیتی ببینید چیزایی که خب باز میشه گفت این هستش که توی اون شورای امنیت خودشون داخل کاخ سفید اینا دست نمیگیرن، از بیشترش هم از طریق نشنال سکیوریتی کانسل میاد این ادوایس که آره این کارو بکنیم یا نکنیم. بعد خب مسلما با ادارات دیگه مثل FBI, CIA و جاهای دیگه چک میشه، بعد زمینه رو در اون کشور یا در اون محل اینا استادی میکنن خیلی شدید، چون از این طرف نگرانی ندارن، از اونجا نگرانی دارن و خیلی هم دیکوی درست میکنن، یعنی خیلی ممکنه بازیهای واقعا امنیتی درست کنن. یعنی مثلا من چون حدس خودم هست، این شخصا حدس خودم هست، ممکن هست مثلا در 5 جای بغداد اون شب بمب منفجر شده، همه توجهشون به اون بوده ولی هدف یه چیز دیگه بوده. عجب. جالبه. داریم گفتگو می‌کنیم با عباس شیر محمدی. آره شیر محمدی، مثلا در مجموع عکسایی که دارید و نگهداری میکنید چند دستش غیر قابل چاپه؟ یعنی خودتون علاقه ندارید که اونها منتشر بشه؟ والا مسئله علاقه هست، مسئله اتیک هم هست، مسئله واقعا اون خیلی راحت بگم شرافت کارم هست که من بیش از هر چیز بهش اعتقاد دارم. بعضی از عکس ها درسته من گرفتم، درسته که از طریق دوربین من اومده بیرون، ولی مال من نیست. این به یک حیثیت و به یک واقعا لطمه شخصی یعنی لطمه میخوره به یک شخص یا به یک سازمانی. اینا خب مسلما هست و منم تنها نیستم، خیلی از اشخاصی که
پشت پرده داریم اینا رو کاور میکنیم، خبرنگارا، عکاسا، فیلمبردارا به این مسائل بر میخوریم و اون واقعا قاضی خود شما هستید که تا کجا میخواید جلو برید و تا کجا میخواید از این مسئله سوء استفاده بکنید. ممکنه یه دفعه بتونید این کارو بکنید، ممکنه دو دفعه بکنید، ولی دیگه شما وجود ندارید تو اون داخل. یعنی اعتبارتون از دست میدید تو این رشته. 100%. آیا جالبه، اینم به نظرم خیلی نکته مهمی از نظر حفظ اعتبار برای کسی که به هر حال باید محرم باشه تو چهار دیواری. ببینید، محرم در هر کاری، دکتر محرم. من خیلی واقعا من خیلی حساسیت دارم به نسبت به شغل عکاسی. من واقعا فکر میکنم عکاسی درست مثل پزشکی هستش. یعنی همونطور که یک زن یا یک مرد بدنش رو لخت در اختیار یک پزشک قرار میده، شما وقتی داری در یک محلی، در منزل یکی، در ماشین یکی، در سالن یک شخصی دارید عکس میگیرید، شما محرم هستید. شما به شما اعتماد کردن. درسته. و این مسئله خیلی مهمه. خب میدونم که یکی از گرونترین عکساتون که مشتری داشت همون لوینسکی بود در دوره کلینتون، که خیلی خواهان داشت، یکی مخصوصا ناشرینی در لندن خیلی خواهانش بودن به قیمت گران. گرونترین عکسی که تا حالا فروختید چی، کدام عکس بوده؟ قیمتش رو نمیخوام، فقط میخوام ببینم که راجب چه عکس. اگر یک دونه عکس بخواید حساب بکنید، عکس اول پانورامایی بود که گرفتم برای آفیشال پانورام، یعنی عکس رسمی پانورامایی بود که گرفتم برای قسم خوردن اوباما. که توی ماه بعدش ما نزدیک 2000 فریم فروختیم. چاله هنوز هم ما داریم اردر میگیریم. هنوز من دیروز اردر داشتم از اون. ولی مثلا عکس پورتری نلسون ماندلا بود که من خیلی تا حالا درخواست داشته. من واقعا افتخار، یکی از افتخاراتم این بود که وقتی ایشون اومد واشنگتن پورتریش رو گرفتم. و این مرد واقعا جالب رو تونستم باش دست بدم و افتخار دارم که ازش عکس گرفتم. فهمید شما ایرانی هستی؟ نه، بحثی اونجا پیش نیومد. نه. فقط چیز جالب اونجا، خیلی خیلی جالب بود که تو اون سالونی که ما بودیم، دکلر که رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی بود، بله، و رئیس جمهور قبلشون، هر دو بودن سفیدپوست. عجب. و آقای نلسون ماندلا هم اومده بود، تازه از زندان آزاد شده بود، اومده بود آمریکا، و اینا قرار بود که اصلا هیچ ارتباطی در اون اتاق با همدیگه نداشته باشن. اونم یک مهمونی خیلی خصوصی بود که آقای جورج شولتز وزیر قبلی امور خارجه آمریکا گرفته بود براشون، ولی قرار بود که هیچ نوع تماس با هم نداشته باشن اینا. و در یک مقطعی من همینطور که خصوصی مردم باش عکس میگرفتن، اینا اومدن جلو و من ناخودآگاه گفتم که چند تا عکس از سه نفریشون گرفتم و یک دفعه گفتم که ممکنه به ساعتاتون نگاه کنید. خب اینا همه تعجب کردن و خب نگاه کردن تو اون موقعیت، میدونین تو آدم نمیگن نه نگاه نمیکنید. خب نگاه کردن و من اون عکس رو گرفتم و گفتم is it really time for peace yet. آره کردم، گفتم که آیا واقعا وقت صلح هست یا نه، و اون عکسام فکر کنم اونم براتون فرستادم. فرستادین اینا؟ خواهش می‌کنم امین جان، یاد باشین عکسام نشون بدیم. آشیر محمدی، خیلی من بهش افتخار میکنم. خیلی ممنونم. گفتگو با آقای شیر محمدی رو دنبال میکنیم و میانه گفتگو جالبی است. به نظرم خیلی استثنایی و یگانه. تا دیدار دیگر با این عکاس هنرمند یزدی که دی خود یزدی هم شهرت دارن به وفا، صفا، انسانیت و مهربانی. واقعا همه یزدی ها همین هم این خصوصی. گفتم بهتون رفت دادم یزد با پدرم خونه رئیس دادگستری بودیم. من پرسیدم بچه بودم، پرسیدم چند تا زندانی توی یزد داریم، گفتن یه دونه، اونم غیر یزدی بود. حالا نمیدونم چه تعداد. آقای شیر محمدی، خداحافظ شما. قربان شما، شب شما بخیر و همه بینندگان عزیز.